درود بر شما به محور خوش آمدید. در بخش نخست محور گفتگوی طولانی یاز با سرپرست وزارت زراعت آبیاری و مالداری را دیدین. او گفت افغانستان به زودی در بخش کشاورزی به خودکفایی خواهد رسید. عطاالله عمری افزود که افغانستان باید از یک کشور وارداتی به کشور صادراتی مبدل شود. او در بخش دیگری از سخنانش از مدیریت آبهای کشور نیز اطمینان داد و گفت برای جلوگیری از خشکسالی این وزارت تلاش میکند تا آبهای کشور را به گونه درست مدیریت کند. اما چگونه افغانستان در بخش کشاورزی به خودکفایی خواهد رسید؟ افغانستان از مبدل شدن به کشور صادراتی چقدر فاصله دارد؟ از مهمانان محور میپرسم. اینجا در استودیو آقای عبدالجبار ساپی رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان، از طریق اسکایپ هم آقای آزرخش حافظی آگاه امور اقتصادی با ما وصل هستند. بسیار خوش آمدین مهمانان گرامی. به بس آقای ساپی، شنیدین سرپرست وزارت زراعت از خودکفا ساختن افغانستان در بخش زراعت اطمینان داد، ولی شرایط و امکانات باید سنجیده شود. افغانستان تا رسیدن به خودکفایی در بخش کشاورزی چقدر فاصله داره واقعا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در طول نمخکت است و محترم حافظی صاحب او طول لیدونکو و کارکونکو ته سلامون و احترامات لرم. بسیار تشکر. مونږ او تاسو پیګو چې افغانستان د تاریخ نه په دې باندې بحث کې کې د اقتصادي لحاظ او خصوصا عموما چې 40% خلک زمونږ زراعت پیشه دي او دوی دهقانان او په ځمکو کې کار کوي او د دن خپل هغه عواید لاسته راوړي. په تاریخ کرا شو چې افغانستان کې که د اوبو سیستمو هغه مهار نه و، زمونږ اکثر ځمکې چې وي هغه آبی نه وي، هغه للمی وي، او همدغه سی په دې باندې په تیرو حکومت کې په میلیونو ډالر په دې باندې مصرف رو چې د دې یو سیستم باید جوړ شي او دا میکانیزه شي او د دې تخمونه او د دې سره د هغه پروژې چې باید دا بیاري شي دغه ټولو پروژو باندې کار کېده. ولې متاسفانه چې هلته رشوت و فساد و او په هغې ځای کې ونشو کولی چې هغه مکمل زمونږ دغه ملک چې هغه کم برنامې یا خارجانو غوښتلې یا خصوصا باید تطبیق شوي وي هغه تطبیق نه شوه چې مونږ سرطخانې هم نه لرلې. اوس راځو د نوي حکومت یا خصوصا د امارت اسلامي چې دوی خپله د جناب وزیر صاحب هم دا په څو خبرو کې دا تکرار کړله، وی ویلې چې مونږ باید خودکفا شو، د خودکفا سره باید صادرات ولرو. او دلته څو نقطې ډېرې مهمې دي. یو دا ده چې اخلاص سیستم او میکانیزم یا پلان د افغانستان لپاره دا پاتې دی او دا تطبیق شي او په دې باندې که منظم کار وشي نو مونږ کولی شو چې خودکفا شو. خو بیا د بنیادي پروژو دپاره چې اوس مونږ که چېرته اوبه خپلې مهار نه کشو، مونږ خپلې اوبه را ونه ګرځو، خپل دست یا هغه فصلونه هغه د للمي نه اوبخې د آبي نه کړو، د للمي نه آبي نه کړو، او دې دپاره مکمل میکانیزم جوړ نه کړو، نو مونږ څنګه کولی شو؟ اوس په ټول افغانستان کې اکثره اوبه چې دي هغه د ځمکې نه مونږ را وباسو، چې ورځ په ورځ باندې د سطح هم ټیټېږي. دویمه خبره دا ده چې د هغې دپاره په دې میکانیزه کولو دپاره او د دې سیستم دپاره غټ بودجې ته ضرورت دی. چیزی که مهم است، همونطوری که من پرسیدم، بحث شرایط و بحث امکانات مهم است. اگر آماری که مثلا شما میگین که 70% مردم افغانستان کشاورز است، ولی با آن هم ما در بخش کشاورزی یا حداقل در بخش غلات به خودکفایی نرسیدیم، ما هنوز هم آرد از بیرون کشور وارد میکنیم، مشکل در کجاست واقعا؟ مشکل همدا ده چې په تیر حکومت باندې او په اوس حکومت باندې باید په دواړو بحث کړو. په تیر حکومت کې په میلیونونو ډالر په ده باندې مصرف شو، ولې متاسفانه په هغه بخشونو باندې منظم کار ونه شو چې مونږ باید اوس د دې ځای نه مونږ خودکفا شو. په دې حکومت کې که اوس دوی که څه کم پلان چې وزارت زراعت جوړ کړی دی چې هغه تطبیق شي، که هغه د قشتېپې سیستم دی، هغه دی او نور په افغانستان داخل کې چې څومره اوبه مهار کېږي، د سلما ډنډه چې نیمروز دپاره به اوبه ورکړل شولې، یا نور په ډېرو برخو کې په ده باندې کار وشي، خودکفا ته ځو مونږ. خودکفا ته تللی شو، ولې بودجې ته هم ضرورت دی او مونږ ته نه یي چې مونږ ته نه خپل میوې تولید کړو او زراعت تولید کړو، یعنی حرکت کېدلی شي، ولې بودجې ته ضرورت دی چې سرمایه ته ضرورت دی. دویم دا ده چې مارکیټ ته هم ضرورت دی چې مونږ څنګه کولی شو په کم پلان باندې چې منظم دی دپاره، او دې دپاره سرمایه او زموږ تدارکات کمه دي چې په دې کې، او خصوصا هغه سیستم چې د سکتور خصوصي د پاره چې هغوی غواړي چې په دې کې سرمایه ګذاري وکړي او دوی خلکو ته ورکړي او څه یې ورکړی دی، دا کولی شي چې یو څه منظم تغییر راولي. ولې دیر کار پکار. بسیار تشکر، ممنون شما. آقای حافظی، میدانم افغانستان یک کشور زراعتی است، بارها حداقل مردم شنیده که افغانستان در بخش کشاورزی یا در بخش زراعت حداقل به خودکفایی خواهد رسید. حالا سرپرست وزارت زراعت امارت اسلامی
اطمینان میده که افغانستان را خود کفا میسازد در بخش کشاورزی. آنچه مهم است بحث رسیدن به اون نقطه است. چطور شما شرایط را میبینین؟ آیا واقعا در مسیر قرار داریم که افغانستان بره به سوی خودکفا شدن در بخش زراعت؟ سلام و تمنیت نیک به شما، به جناب رئیس عبدالجبار صافی دوست و همکار عزیز ما و همچنان به بینندگان گرامی تلویزیون. افغانستان به صورت بالقوه توان تغذیه فیزیولوژیک 160 میلیون آدم داره. این بارها از علمی سروی و اثبات شده. بعد از حمله چنگیز ما تمام سیستم های آبیاری خود از دست دادیم. بله. اگر این کشور یکی از کشورهایی بود که نه تنها با خودکفا بود بلکه به بسیاری از کشورهای اسلامی کمک میکرد در مورد غلات و این چیزا. اما از 80 سال به این طرف تقریبا ما یک کشور فقیر و یک کشور وارداتی هستیم. برای که تمام سیستم آبیاری کشور ما بعد از حمله چنگیز از بین رفت و او رو ما احیا کردن نتونستیم. آبهای سرگردان ما ایوازه که زمین های ما رو سیراب کنن یهی به خارج میره و به کشورهای دیگه در شمال و در جنوب و در شرق همگیش هدر میره. اگر ما بتانیم آبها رو به وسال زمین ها ببریم، افغانستان برای 160 میلیون نفر با نرمای فیزیولوژیک تغذیه میتونن مواد خوراک تهیه کنن. فعلا یک وعده غذا را هم به شکل بسیار بسیط و ساده مردم ما ندارن. درست. مشکل در چی است؟ در سیستم آبیاری آنچه که شما میگین؟ مشکل در نبود ثبات سیاسی و امنیتی در وطن ما است. هر بار یک گسست رادیکال و بسیار بنیادی بود. بله. تمام کارها و برنامه‌ای که در گذشته بوده سر از او خط بطلان کشیده میشه و صفر. ولی آقای حافظه چرا گره میخوره حتی زراعت با سیاست، حتی زراعت با امنیت؟ اگر مثلا بخش کشاورزی میکانیزه شوه، فکر نمیکنین با هر تحول، با هر تغییر یا با هر وضعیتی بخش زراعتی با مخودکفایی خود باشه و مو وضعیت خود حفظ کنه؟ این کشور خودکفا شود. مثلا بر سر امنی است که زراعت میکانیزه و مدرن داشته باشیم، زمینای بکر و بایر خود آبی بسازیم و فناوری را بیاریم به وطن خود. این که 70% مردم افغانستان در زراعت مصروف است و اینا شکم خود سیر کردن میتونن، این دلیل عقب ماندگی است. هیچ افتخار ندارن. در ایالات متحده آمریکا کمتر از 1% مردم به زراعت اشتغال دارن و 350 میلیون نفر با فرد مواد غذایی تهیه میکنن و حدود 500 میلیون نفر دیگر هم در دنیا صادرات مواد خوراکی دارن. روسیه همی قسم، اوکراین همی قسم بود پیش از جنگ. بنان نیروی کار اوقدر زیاد به کار نیست. 1% نیروی کار یک هر کشور اگر بازیت مصروف باشد و دیگرش در بخش های صنعت و خدمات و مسائل دیگی کشور پیشرفته تلقی میکنه. میگه 70% مردم به یک بیکاری پنهانی میرن، یک 4 تا تخم میپاشن در یک جای باز 7-9 و بعد باز میرن و درو میکنن. این خودش یک بیکاری مزمن پنهانی است. لازایی یک جای افتخارش افغانستان کشور زراعتی نیست. برای این کشور زراعتی کشوری است که تمام ضرورت های ملی خود خودش تهیه کنه و مازاد خود به بازار بین المللی صادر کنه. درست. پس بسیار فاصله داره افغانستان تا آنجایی که به خودکفایی برسه. نه نداریم فاصله، چون تمام مؤلفات رشد داریم، زمین داریم، آب داریم، نیروی کار فراوان بیکار داریم. فقط ضرورت به صداقت و اخلاص و پاکی و ارادی نیک است. درست. و یک تعامل بین‌المللی خوب که ما بتانیم که سرمایه گذاری های بزرگ بین‌المللی را درست. و حتی افغانی خارج از کشور را بتانیم در مملکت میزبانی کنیم تا وطن خود در یک نسل میتانیم ما این کار کنیم. بسیار تشکر. ولی بشر اراده وجود داشته باشه و یک بستر سیاسی مقتدر و مسئول مشروع وجود داشته باشه. بسیار تشکر، ممنون شما آقای صاپی. هرچند آقای وزیر میگه که ما مدیریت میکنیم آبها را، مدیریت آب هم بسیار مهم است در این بخش. میدانیم بیرویه آبهای افغانستان بیرون میشه از مرزهای افغانستان و از طرف دیگه بحث امکانات مهم است، بسی که یک سیستم و یک میکانیزم ساخته شود برای میکانیزه شدن زراعت و از این طریق حداقل افغانستان برسه به خودکفایی. همونطوری که آقای حافظی گفت، چقدر فکر میکنه نیاز است برای یک سرمایه ای که بتانه در بخش زراعت را میکانیزه بکنه و او طرف حداقل ما برسیم به خودکفایی اگر صادرات هم نداشتیم؟ گوری کمون چرت پامده بنده بحث کو چه
څنګه کولای شو چې د افغانستان لکه حافظي صاحب هم دا خبر وکړه چې څنګه کولای شو افغانستان مونږ د دغه مشکلاتونه وباسو او مونږ یو مملکت خپل تولیدي د زراعت په برخه کې شو. ما تاسو ویل چې او حافظي صاحب هم دا ویل چې امکانات شته او بل روز مکه لرو او نیروی کار هم لرو. د ده په خوا کې اوس سرمایه ته ضرورت دی. سرمایه په دوه برخو کې ده، یو خپله دولت په هغې کې سرمایه ګذاري کوي، دوی خپل هغه باید ووایي چې بودیجه مونږ څومره د دې دپاره د امکاناتو دپاره د یا د اوبو د مهار کولو دپاره په کوم ځایونو کې چې د هغه نه استفاده وشي او هغه به اوبه مهار شي او کومې دښتې چې زمونږ دي هغه بیاري شي او خلکو ته ورکړ شي. دویمه بودیجه د خپله د سکتور خصوصي ته څومره امکانات ورکولی شي، د څومره کلو دپاره دوی اجاره ورکولی شي، او د هر سرمایه ګذارۍ دپاره کوم معافیت تونه او کوم سیستم نه دوی کار اخلي چې دوی دلته سرمایه گذاری وکړي او تاسو تزمکی در کول کیږي. دا ډیره مهمه خبر دی. مونږ او تاسو ولې یعنی میګن بخش خصوصي اوماده است زرا اعظم بالکل سکتور خصوصي اوماده دی، خو دلته بعضی مشکلات شته. ایران سره زمونږ په اوبو باندې مشکلات دي چې کله په اوبو زمونږ افغانستان کې ضرورت شته تاسو ولیدل چې هلته سیاسي مشکلات او یو جنجال پیښیږي. د پاکستان سره هم زمونږ هم داسې مشکل دی. مونږ تاسو زه دا وایم، زه هر وخت په مخ کې حکومت کې دا خبره کړې وسم کوم چې زمونږ د پنجشیر، زمونږ د سالنګ، زمونږ د کونړ، زمونږ د سپینغر دا اوبزي حرکت کې اوزي په پاکستان کې پاغه باندې کیلې او مالټې او نور شان پې پخېږي او هغوی راځي افغانستان ته او مونږ دغه نه استفاده کوو. یعنی مونږ کولای شو چې د سیاسي لحاظه دغه دا اوبه مهار کولای شو، آیا دا بیرته راجګولای شو؟ مونږ په ډیر ولیدل په دې کې چې دې لپاره یو منظم قوي برنامه په کار ده چې خپل هغه همسایه ته هم استدلال وکړي او قناعت ورکړي او خصوصا کار واخلي. مونږ او تاسو ولیدل په مخکې وختونو کې چې په د کونړ کې په هغه ځای کې چې کاکا مراد هغه کار شروع کړو هغه بیا د منځه لاړو. دا بعضې ډېر مسایل دي چې دا د سیاسي اړخونو پورې تعلق لري. فقط په دې وخت کې د امارت اسلامي دپاره جدي برنامه او سکتور خصوصي چې اوس آماده دی چې سرمایه گذاري وکړي په معدنو کې تقریبا ډېر افغانانو سرمایه گذاري کړي. بسیار مهم از وزارت زراعت یک چنین پلان از گذشته وجود داشته برای میکانیزه کردن زراعت برای مهار کنترل آب؟ زما فکر باندې پلانونه شته دی. این پلانونه د داود خان د وخت نه د افغانستان د افغانستان د میکانیزه د زراعت دپاره او خصوصا د اوبو د مهار دپاره. خو بعضې وخت کې چې کله مشکلات سیاسي فشار راځي مونږ یو قدم وروسته کیږو. که چیرته مونږ د افغانستان د اقتصاد دپاره جدي چې زراعت پکې مهم رول لري په دې باندې امارت اسلامي کلک ودرېږي او خپلو سکتور خصوصي ته وچې راشي سرمایه ګذاري وکړي، نړیوالو ته وچې راشي سرمایه ګذاري وکړي او خپل هم برنامې پکې ولري. در بخش سکتور خصوصی اگر بپرسیم چقدر فکر میکنین امکانات حداقل کافی در اختیار سکتور خصوصی است اگر یک چنین برنامه در اختیار اینها قرار داده شود برای میکانیزه شدن زراعت و برای که زمین های بکر و زمین هایی که هنوز وقتی اونجا کشت و کار نشده بر اونا در اختیار اونا قرار داده شود و اونجا حاصلات بگیرن؟ په بعضی ولایتونو کې سنگرار مونږ یو مثال ورکولی شو، یا په نورو ځایو کې چې هغه زراعت پورې ځمکې تعلقات لري د 15 کالو دپاره د 40 کالو دپاره ورکړل شوي دي. هغې سره منظم یو قرارداد شوی چې په 15 کالو شپږ کالو کې به تاسو خپلې میوې پورته کیږي، میوې به په هغې کې کرئ، یا هغه بخش م ورته چې هغه مالټه ده یا نور شیان دي په دې کې، او دې یو ښه منظم یو حرکت کړی چې په جلال آباد کې که تاسو لاړ شئ څومره زراعتي ځمکې چې وي په هغې کې اوس یو منظم باغداري شروع شوي، مالداري شروع شوي، یا زراعت پکې کاشت کیږي. دې یو حرکت پیدا کړی دی او هغې یو ډېر ښه تغییر راوړی په شکل میکانیزه راضی همدا په خپله چې سکتور خصوصي ته ورکړ شو هغه مجبور دی چې په دې کې سرمایه گذاري وکړي. خپل منظم ټول زراعت هغه میکانیزه کې د مارکیټ لپاره بیا دلته یو بله مهمه خبر ده. مونږ او تاسو ګورو اوس تاسو لاړ شئ په کابل کې وګورئ زمونږ خصوصا ګیلاس زه به مثال ورکولی شم که ګیلاس د افغانستان نه بیرون ووزو یا دوبۍ یا نورو ملکونو ته لاړ شو چې هلته یو کیلو ګیلاس په ډالرو باندې خرڅېږي، مګر زمونږ تقریبا یو کاټن وړوکی چې هغوی جوړ کړی دی هغه په 300 افغانۍ چې 3 ډالر یا 3.5 ډالر کیږي. یعنې دې دپاره بیا دا هم ډېره مهمه ده چې مونږ څنګه کولی شو خارجي مارکیټ ته داخل شو او هلته د خپل زراعت دپاره مارکیټ پیدا کړو. دې دپاره امکانات، دې دپاره سپورټ، دې دپاره ریفنډ، دې دپاره ډېر ضرورتونه دی چې په ده باندې کار وشي. بسیار تشکر، ممنون شما آقای حافظی. بخش دیگر صحبت های آقای وزیری بود که افغانستان باید به کشور صادراتی مبدل شود به جایی که یک کشور وارداتی است. خوبی حرف هاست گفته میشه، حداقل میدانیم آرزوهاست. چطور ممکن است یا چی زمانی فکر میکنین افغانستان به کشور صادراتی مبدل خواهد شد و اگر شود چی را صادر کنه؟
و افغانستان با تنوع هوایی که داره از گرمترین منطقه تا به سردترین مناطق ما داریم. شما از شوی بدخشان تا به بسچن هلمند و همچنان تا به قسمت های ننگرهار میبینین که هوا چقدر گرم و سردی قط میشه. ما می میوه هایی را که وجود داره از مالتا و زنتره و لیمو و کیله و خرما گرفته تا به میوه های اقلیم معتدله و میوه های خشک و تازه اقلیم سرد در افغانستان می رویه. این یک داد خاص و یک بود. بله. آقای حافظی صدای مرد دارین. بفرمایید آقای حافظی. توزد که بابوری خود ظهیرالدین محمد بابرشاه در این مورد بحثای بسیار زیبایی داره و میگه که معتدلت ما خود هندوستان و امپراتوری کردیم و در پاکستان موجود هم جزء قلمروش بود و بنگلادش هم و تا آسیای مرکزی و هیچ منطقه در دنیا به اندازه همین قلمرو خراسان کالیفیر افغانستان است هوای مساعد برای رشد نباتات و گلها نداره. بنابرای دلیل ما فکر میکنم که ما همه چیز تولید کرده میتونیم، صادرات هم کرده میتونیم. باید ما پالیسی تولید ترجیحی و صادرات رقابتی را داشته باشیم. بله. و خوشبختانه بازار کلان هندوستان از تاریخ 1000 سال 2000 سال به این طرف با تولیدات ما آشناست و نباتات طبی و میوه خشک و تازه ما را ترجیح میدن نظر به میوه هر جایی. حتی ما تبلیغات هم ضرورت نداریم. مهم است که ما تولید داشته باشیم که ضرورت های ملی ما رفع شود. درست. و مازاد بله، همونطوری که پیشتر هم پرسیدم آقای حافظی ظاهرا گره خورده با موضوعات سیاسی هر مزله در افغانستان بدون اینکه امارات اسلامی حداقل به رسمیت شناخته شوه یا کشورها تعامل گسترده تر داشته باشه فکر میکنین به تنهایی افغانستان بتونه به یک کشور صادراتی مبدل شوه، بتونه در بخش های گوناگون مخصوصا در بخش زراعت به خودکفایی برسه؟ طوری که دوست و همکار ما جناب عیسی و جبار صافی فرمودن اگر خود دولت نمیتونه این کار کنه به خاطر از اینکه با محدودیت مالی دچار است، سکتور خصوصی افغانستان در 51 کشور طوری که من ریسرچ کردم و مطالعه کردم و چون همکارشون بودیم و نماینده منطقشون بودیم ما دریافتم که در 51 کشور اینا یک نقدینی بسیار خوبی دارن در حدود 150 میلیارد دلار سرمایه از یا در یک 51 کشور بالغ میشه و 10% از این پیسه که به افغانستان بیایه زراعت میکانیزم در افغانستان ساخته میشه و همی صنایع واقعی که صنایع مادر است و فابریک ازاو و هن است ریفاینری تیل است این چیز هم ساخته میشه و افغانستان کاملا در 5-10 سال متحول میشه، یک کشور کاملا تازه میشه. ولی برای یک بستر سیاسی مناسب بکار است تا مردم احساس مسئولیت کنند و سرمایه خود بیارن. حال فعلا مشکلات از مثلا کل بانک ها پیسه مردم گرفت از تاجر به پس نمیده و این جریان کار تجارتی و سنتی ما تقریبا به می دلیل متوقف است. 3.7 میلیارد دلار مردم از دیگه بانک ها و پیسه را اینا جیره بندی کردن مثلا 200 دلار دفتی یا 400-300 دلار باشن میتن و بر تاجر از 25000 دلار در موز زیادتر نمیتن. بسیار تشکر. لازم باید یک سیاست و پالیسی تسهیل کننده و موعد رشد اقتصادی باید دولتان ساخته شد. بسیار تشکر، ممنون شما. آقای صاحب، بر اساس آمارهایی که وجود داره سوی نهادهای بین المللی مثلا بیش از 90% مردم افغانستان فقیر هستند و از طرف دیگه وقتی آمار را ما میبینیم همونطور که شما گفتین 70% مردم افغانستان زراعت پیش است، اگر زراعت واقعا میکانیزه شود به این معناست که این یگانه مسیر است برای اینکه مهار بکنه فقر و کسانی که حداقل زراعت پیشهشان است، یعنی 70% مردم از این طریق درآمد خوب خواهد داشت و دیگر نیازمند کمک ها هم نخواهد بود. بالکل ډیر مهمه خبره ده. زمونږه زراعت د صنعت پورې تړلې ده، صنعت زمونږه د زراعت پورې تړلې ده. کچیرته په دواړو برخو کې چې غواړو چې افغانستان زراعتي شي د صنعت په پروسس کې چې په دې کې باید سرمایه‌ګذاري د ده لپاره وشي او دواړه سره ونښلول شي، زه په ډاډ سره ویلی شم چې د افغانستان کې به هیڅوک بیکاره پاتې نه شي. د افغانستان که د موقعیت د نگاه نه وي او که د ظرفیت د نگاه نه وي او که کوم امکانات شته دی ډېر زیات دي، ولې په تاریخ کې د افغانستان د اقتصاد دپاره کار نه دی شوی. که چیرته امارت اسلامي حکومت وغواړي
په صداقت سره خپل تجاران هغه چې په خارج کې دي هغه تشویق کړي د هغه لپاره کنفرانسونه جوړ کړي، کله چې افغانان په خپله راشي افغانستان کې په زراعت کې په صنعت کې په معدنو کې سرمایه ګذاري وکړي، د سره خارجان هم کوشش کړي چې راشي بیا کولی شو. که چېرته په داسې حالات کې اوسو چې افغانان د افغانستان نه ځي، یا د بانکونو مشکلات چې موږ پیشنهاد اوس هم کړی چې اوس دوه کاله تیریږي تقریبا، لکه څنګه حافظي صاحب ویلې کمې پیسې چې هغه په شک کې دي هغه باید بلاک شي، هغه نه پیسې ور نه کړی شي. خو کمې پیسې چې په بانکونو کې پرتې دي، که هغه د تجار دي، که هغه دوکاندار دي، که د عامو خلکو دي، که د صنعتکار دي، هغه ته باید ازادي ورکول شي چې دنه استفاده وکړي او دوی خپلو پیسو باندې کاروبار وکړي. اوس تقریبا امن دی، امان دی. نو په دې برخو کې او خصوصا د جلب و جذب دپاره یو منظم قانون چې هغه ډېر ضرورت دی، ځکه قانون اساسي مخکې و لسمه یا اولسمه ماده وه چې په هغه کې به خلکو دپاره امتیازات ورکول کېدل. اوس یو شرعي نظام دی، د شریعت نه که موږ غواړو چې افغانستان شرعي نظام ته یا اسلامي نظام په کې را جوړ کړو، نو زر تر زره باید یو منظمه پالیسي جوړه شي د حقوقي لحاظه چې خلک باید مطمئن وي چې زه په یو ځای کې سرمایه ګذاري کوم، سبا ما دپاره د حقوقي لحاظه مشکل باید جوړ نه شي. د هغې ټول امتیازات امکانات ډېر مهم دي چې د هر سرمایه ګذار دپاره ورشي، که هغه د زراعت په برخه کې وي، که هغه د صنعت په برخه کې وي، او په ډېر اسانه طریقه باندې په ډېر اسانه طریقه باندې کولی شو چې موږ افغانستان په اقتصادي لحاظ کې مخکې ویسو. خو وایي دو مسیر میتونه ببره افغانستان به کفایی به صفر برسونه تا سطح فقر. بالکل، ځکه وابسته دي هلته معدنو کې هم موږ امکانات لرو چې په هغې کې ډېر اوس موږ صادرات تقریبا دو میلیاردو ته رسېدلي دي. یعنې دا وړه خبره نه ده، دغسې که زموږ زراعتي برخه کې منظم مارکیټینګ وشي، د پروسس شي، میکانیزه شي، موږ کولی شو چې دې نه اوچته مخکې لاړو. ځکه زعفران لرو، هنګ لرو، ډېر شیان دي چې په افغانستان کې د صادراتو دپاره په خارجي مارکیټونو ته اشد ضرورت دی او صادرات وکړو. بسیار تشکر، ممنون شما آقای حافظی. میدانیم پس از حاکمیت امارت اسلامی حداقل کم از کم 8 میلیارد دلار کمک های بشری به افغانستان آمده، اگر و با گذشت هر روز میبینیم سطح فقر هم افزایش پیدا میکنه، نسبت به سال پار 4 میلیون تن به سطح فقر در افغانستان افزوده شده. اگر همه قدر پولی که کمک میشه نصف ازی مثلا در اختیار بخش زراعت قرار داده شود تا میکانیزه شود، چقدر واقعا یا در چی مدتی میتونه بسیار به شکل بنیادیش برای کنترل فقر اثرگذار باشه؟ اگه این پیسای کمک های بشری در بخش زراعت یا سنت سرمایه‌گذاری شوه، مردم محتاج میمرن، نان برخوردن خود ندارن. لذا این ما نمیتونیم تعویض کنیم کمک های بشر دوستانه را، نمیتونیم سرمایه گذاری کنیم. سرمایه گذاری یک مفهوم دیگه است و کمک بشر دوستانه و خیرات یک چیز دیگه است. بر پیشرفت آدم از این طریق نمیتونه پیش بره. ما باید بستر سیاسی مشروع پیدا کنیم تا خود افغان های خارج از کشور که پیشتر براتون گفتم که 150 میلیارد دلار تقریبا نقدینه دارن، یا 10% پیسی خود بیارن به اعتبار 15 میلیارد از یا 20 میلیارد دلار دیگه مؤسسات مالی دنیا به ما قرض میده و 30 40 میلیارد دلار که دو فساد نباشه، دزی نباشه، مدیریت درست باشه، صداقت و اخلاص باشه، تمام عرصه های اقتصاد افغانستان جور میشه. خوشبختانه ما و شما ای بعضی عوامل پنهانی رشد ما داریم. به طور مثال در 30 سال گذشته افغان ها بسیار تجربه کاری را در پیشرفت‌ترین کشورهای دنیا پیدا کردن. در تمام عرصه ها از صنعت گرفته تا زراعت تا مدیریت و تا رقابت میکنن، مثلا در منهاتان امریکا رقابت میکنن، در مسکو و در برلین رقابت میکنن، در پاریس و لندن رقابت میکنن. حال ما یک مهارت کاری خوب هم داریم، سرمایه هم داریم، فقط به یک بستر سیاسی مناسب مشروعی مقتدر ضرورت داریم تا مردم احساس مسئولیت کنن، قوانین وجود داشته باشه، حدود مناسبات سکتور خصوصی با دولت معلوم باشه. و قبلا ما یک چیزی به نام بیمه میگا داشتیم که هر کسی که در افغانستان سرمایه‌گذاری میکرد بانک جانب تضمین میکرد. حال تا وقتی که افغانستان به رسمیت شناخته نشود، بانک جهانی در اینجا نه یا بیمه ویگا نباشه، سرمایه‌گذارهای کلان خارجی در نبود قانون و اصول و ارزش‌های عام بشری سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و احساس اطمینان خاطر پیدا نمی‌کنند. البته منابع داخلی ما، خود متشبثین ما تحت هر شرایطی در افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کنند. اول بیش از 4000 فابریکه هستند یا کار می‌کنند در شرایط بسیار سخت و این یک نوع وطن‌پرستی اقتصادی است. در این منفعت زیاد مطرح نیست، اما در این زمان اینا امو دین وطنی خود در برابر وطن خود انجام میدن، ولی خارجی کار نمیکنن. خارجی به اساس منفعت، به اساس مسئولیت، به اساس
ای که فایده کنن در کشور میان، باید ما این زمینه ها رو میسر بسازیم. در قدم اول باید شرایط بوجود بیاید که دولت افغانستان یک دولت رسمی مشروع درست. و مهمترین فاکتور همی بحث است آقای حافظی که باید دولت به رسمیت شناخته شود، بدون از این هیچ ممکن نیست. نه، بدون از این ما محدود میشیم به امکانات داخلی یا به امکانات بعضی کشورهایی که تابع مقررات اقتصادی مالی جهانی نیستند. درست. ولی اگر به گونه تخمینی صحبت بکنیم آقای حافظی، چقدر مثلا سرمایه نیاز است؟ خب بسته به این است که ما چی برنامه داریم. برای اینکه شما وقت سرمایه ای را که جذب اقتصادی شده نتانه هر قدری که بیاریم بیفایده است. شما باید همه قدر پیسه را سرمایه گذاری کنین که او را اقتصادی ملی ما جذب کرده میتانه. و ما فکر میکنم که در قدم اول ما ضرورت به آبیاری زمین های بکر و بایر خود داریم و او هم محتاج از این است که ما از لحاظ هایدروپولیتیک یا سیاست آبها مشکل خود با همسایه های خود حل کرده باشیم. ما تنها با ایران یک قرارداد داریم، نه با آسیای مرکزی داریم، نه با ازبکستان، نه با تاجیکستان، نه با ترکمنستان که او از طریق ترکمنستان قزاقستان هم از آب ما استفاده میکنند و نه با پاکستان این قرارداد داریم. بنابراین دلیل باید در قدم اول می کار خانگی یا بستر حقوقی سیاسی از این مسئله حل و فصل شود و ما قادر شویم به این که از آبای خود استفاده مشروع کنیم. ممیاله در مورد ایران شما دیدین که اعقابی خدا رو میخوان، وقتی که بند کمالخان و بند بخش آباد جور شد اونا اعتراض کردن و پاکستان خود یکی از دلایل همی عدم رضایت شمی است که ما آبای خود مدیریت نکنیم، به خاطر از اینکه اینا 800 سال از این آبها همطور استفاده یک جانبه کردن و ما و شما به این قادر نشدیم که آبای خود مار کنیم و زمین های خود آبی بسنزیم. برام در قدم اول ما ضرورت به یک دیپلماسی آبها داریم. بسیار تشکر. وای را بوم همسایه خود حل کنیم تا سکتور خصوصی با دل جمع ما داریم پیسه. تشکر میکنم، سپاسگزار شما. بسیار تشکر آقای آزرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، و آقای عبدالجبار ساپی، رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان، از حضور اردو مهمانی گرامی و از شما بیننده ها که بیننده محور بودین. اینجا رسیدیم به پایان برنامه. شب بخیر.